هفتم عاشقی با یک نگاه افتادگی نداره رو چاری بینندگان عزیز ایندیپندنت فارسی سلام، با خانم سوزن روشن هستیم، یکی از ستاره های موسیقی ایران که با موزیک ها و اجراهای بی‌نظیرشون خاطره های جاودانه ای برای بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور رقم زدند. سلام عرض می کنم به همه بینندگان سایت ایندیپندنت پرشین فارسی. خوشحالم که در برنامه‌تون هستم و میتونم دیداری داشته باشم با هموطنای عزیزم. خانم روشن، شما طراح لباس داشتید، چطور انقدر پیشرو بودید؟ مسلماً خواسته های منو روی میوزیک ویدیو و ترانم و محیط فکری اون کار همیشه ملزوم یه سری کاتایی هست که انتخاب میشه، چه از نظر ادیتینگ، چه از نظر لباس، چه از نظر حرکات. و خب کم و بیش در بعضی از ویدیوها کوریوگرافی داشتیم، دیدین در ویدیو آریا و صحنه ها پروداکشن خب یه مقدار برنامه‌ریزی شده. و در ارتباط با پوشش، بله، اون احساس شعر و ترانه و موزیک خب تاثیرگذار خواهد بود روی اون سبک و بعضی موقع به دنبال اون لباس میگشتیم که تاثیرگذارتر باشه و پیدا میکردیم بعضی موقع طراح برای اون چیزی که من میخواستم و یا اگه ویزوک ویدیو به صورت فیلم بود کارگردان میخواست ما میدوختیم یا تهیه میکردیم و اینطوری دیگه. روشن، شما برای من به عنوان کسی که بعد از انقلاب 57 به دنیا اومدم و در یک خانواده مذهبی سنتی بزرگ شدم، چهره بسیار متفاوتی بودید. شما پدیده مد بودید. چقدر اینو بقیه و اطرافیانتون بهتون بازخورد میدادن؟ خیلی ممنون از کامنت قشنگتون. البته تمام هموطنای عزیزم طی سالها در اینستاگرام ها، در پیامارشون، پیغامارشون که بر من میفرستدن، ادمینم همیشه سالهای سال فالو میکردن، خیلی دوست داشتن از لباسهای من تعریف میکردن و میگفتن 20 سال جلو هستی از تایم، هنوزم این لباسات موده و ما دوست داریم الگو کنیم اینا رو و میدیم میدوزن خیاطی میپوشیم. دوست داشتن. خب سعی میکردم یه مقدار با حس همون سن و سالی که خودم بودم، جوانهای ایران که میگین حالا بزرگ شدن دیگه، همون بزرگتر شدیم، ولی سعی میکردم که چیزایی که اطرافم دور و بر میبینم در ارتباط با مد فرانسه، انگلیس، اروپا، مدایی که برای آینده طراحی میشه، اینا رو همه رو مجله ها رو نگاه میکردم و از حس و حال جوانای مملکتم هم خبر داشتم و چجور دوست داشتن که آزادانه چیزی که دوست دارن رو بپوشن، لباسی که میخوان که باهاش بیرون برن بپوشن. ولی خب لباسای زیبایی هم میپوشتم ولی زیر مانتو قایم بود. بله درست. بعدم در می آوردن مهمونی ها خیلی قشنگ. ولی خوشحالم که این جوون ها تونستن با من این حرکت رو بکنن و پیشرویی رو با من گام بردارن، استپ به استپ و پشت من باشن و بخواد مثل من باشن، بر من باعث افتخاره. سوال بعدی من و شما تا یه حدی یه کوچولو جوابشو دادید. در دهه 70 و 80 شمسی ارتباط ما به عنوان مخاطب با شما خیلی محدود بود. اینترنت به این شکل نبود، اگر بود در دسترس همه نبود.
شما چطور متوجه می شدید که تو ایران جوونا دارن دنبال می کنن، دوست دارن که مثلا الگو برداری کنن از لباس ها، سبک ها؟ آیا این چیزا به گوشتون می رسید؟ می رسید از طریق حتی خواننده ها، خواننده های معروفمون که شاید چند تاشون بین ما نباشن، فامیلاشون آشناهاشون می گفتن خیلی دوست دارن سبک تو، توی مهمونی ها همش آهنگاته. بعد کسی که کارای اینستاگرام هم رو میکرد، پیام هایی که میومد براش و برام پیکچر میکرد میفرستاد و میدونستم، میگن میگفتن که لباس سوزانی یا نمیدونم چیزا، از این چیزا شنیده بودم، حالا نمیدونم تا چه حدش بله درست درست شنیدین حتما. نظر خودتون چیه؟ چرا فکر میکنین چرا انقدر موفق بودید تو این زمینه مخصوصا؟ برای که شاید دلیل واقعیش اینه که خودم بودم، یعنی هرچی بودم که یک خب دختر 10 ساله 11 ساله که از کشورش جدا میشه از ایران با اون زمان مد و زیبایی و مامانم بالاترین لباس ها رو میپوشید و قشنگ و مینی جوب میپوشید، لب دریا میرفتیم با مایو، همه چی لباس های خیلی خوب میپوشیدیم، همه میپوشیدن، یادم چه مدای زیبایی بودن. من خودم کوچیک بودم، لباسی که لباس چرم دوختن مرام، یعنی تو گفتم رفتیم میرفتیم خیاطی، گفتم من این لباس رو دوست هم داشته باشم، این مدل مثلا تنه یه مدل بود برای من، یه دختر 10 ساله اون لباس رو میدوختن. و این خود از بچگی خودم اون چیزی که خواستم رو کرییت کردم، ساختم، مثل شعری که میسازم، مثل آهنگی که میسازم، مثل حرکاتم، همیشه اونی که از احساسم بوده کردم. شاید این باعث بشه که اون حالتی که شما میگین یونیک بودن یا متفاوت بودن، مردم خب دوست دارن که کسی شبیه کس دیگه نباشه و یه چیز جدیدی باشه. خانم روشن، در سبک موزیک شما زیاد پیش میاد که یکی آهنگو میگه، یکی ترانه رو در واقع ترانه رو میسرایه و در واقع بعدش هم خواننده میاد و اجراش میکنه، و خب ما داریم در بعد از این که، یعنی فکر میکنم موزیک ویدیو یا آریای شما به نوعی شاید اولین در نوع خودش بود تو اون دوره که به صورت فیلمی باشه و اون شکل باشه و همه اینها، و الان خب خیلی زیاده دیگه، یعنی طراح صحنه هست، انواع اقسام طراح هست، طراح آرایش هست، طراح نمیدونم لباس هست، طراح جواهر هست، همه اینها. تو دهه 70 و 80 شمسی هم بود به این شکل. آریاد اگه نگاه کنین حدود تقریبا 120 سفر در این ویدیو کار کردن و من مدل موام مکس خیلی معروف بود اون موقع، موام درست میکرد و میشل یک میکاپ آرتیست خارجی بود که با کانادا گرل و با هالیوود کار میکرد، که با من کار میکرد، میکاپ آرتیست هم بود. بعضی جاها حتی 2 تا 3 تا میکاپ آرتیست داشتیم برای چیزهای مختلف. اگه نگاه کنین توی تمام کردیت ها هستن. بله، طراح و طراح لباس هم الکس بود توی یه خیابون معروف هست اون را یادمه، مکابیز، یه دفعه گفت میروز اونجا یکی از اون برام طراحی میکرد یه سری لباس ها. شما خودتون چقدر براتون خلق یک چهره ماندگار مهم بود اون موقع و چقدر آگاهانه به دنبالش بودید؟ من سوالی که میکنین خیلی جالبه، شاید الان به اون مسئله بیشتر بتونم فکر کنم، ولی در اون سن و سالی که من شروع کردم واقعا بدون آگاهی آگاهی موندگاری اینا در فکر من نبود، فقط وارد شدن من به موسیقی که دوست داشتم، موزیک و شعر و ترانه رو از بچگی میخونم و نزدیکی به
ملتم بود، به کشوری که ازش دورم، و این یک رابطه بود برای من که بتونم اون وطنم رو اونطور که هست توی قلبم توی دلم نگه دارم. شاید از طریق موسیقی خیلی آسان‌تر میگه و تنها فکرم در اون ارتباط بود، در ارتباط با موندگاری یا چیزی واقعا فکری نمی کردم. سبک مد شما به چند تا چیز خیلی معروف بود. یکیش لباس چرم بود، یکیش گوشوارهای آبشاری بود و یکیش هم موهای فر درشت. در مورد این موارد خاص چه بازخوردهایی میگرفتید؟ خب اون میکاپ آرتیستم طبق میکاپ صورتم و اینا، بعد موهام چون خیلی پر بود و میخواست که خب بیشتر نشون داده بشه، اون قسمت که یکم وایلد بودنش خیلی نزدیکتر به نچرال بودن، یعنی مثل یه دختره که میره مدرسه میاد تینیجر موشه از همون میاد همطوری میپیچه بعد باز میکنه فر میشه، و منم همیشه دوست داشتم اون نچرال بودن رو داشته باشم، گفتم که هرچی بتونم نزدیکتر باشم به بچه ها. عاشق عاشق و رام منه، همون که تو دام منه، عاشق و رام منه، کبوتر بام منه. یکی از ضبط‌های استودیویی آریا، من داشتم لباس شما رو نگاه می‌کردم. یه بالاتنه چرم پوشیده بودید، یه کت چرم روش بود، یه شلوار چسبان چرم تنتون بود و چکمه‌های ساق بلند. چیزی که نظر منو توی اون در واقع سبک لباس جذب کرد، تزیینات روی لباس بود. یه عالم زنجیر از جاهای مختلف این لباس آویزون شده بود که منو یه مقدار یاد مایکل جکسون مینداخت. و برام این سوال پیش اومد که آیا شما توی اون دوره از هنرمندان و خواننده‌های معاصرتون الهام می‌گرفتید؟ کسی بود که ایده بگیرید ازش؟ خب مسلماً منم مثل تمام جوانای ایران یه تینیجر بودم، 16 سال این در میچه موقع آریا البته بیشتر بودم، فکرم 23-24 سال هم بود شاید، نمیدونم. ولی خب مثل جوانا فیلم های یادم میگه مقدار، بله شاید دوست داشتم اون لباس رو یه مقدار تشریح میتونی بکنیم به فیلم بادیگارد. تو فیلم بادیگارد ویتنی هیوستن خواننده فیوریت من، اولین خواننده منه، شی از مای فقید، خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، خدا روحش شاد باشه. ولی شاید از اون یه مقدار برداشت شده باشه. محبوب ترین لباس و اجرا برای خودتون کدوم بوده؟ میدونی مثل بچه های من اینا هر کدوم تو اون قالبش، مثل اینه که بگیش کدوم شعر آهنگ بهترینه، خب میشه انتخاب کرد، ولی اون لباس مخصوص اون صحنه و اون شعر آهنگ کرییت شده. مثلا اگه من این بگم این لباس فیوریت هم بوده، بهترین دوست داشتم، اونو نمیتونم بیام بذارم تو این ویدیو دیگه، بهترین نمیشه. این چی میگم، یه مقدار مشکله که بگم اینو، ولی آریار شاید همون لباسی که میگین بهترین لباس هم دوست داشتم، اونو خیلی لباس دیگه داشتم، تو آهنگ آینه خوندم سرمه‌ای بلند خیلی اونو دوست داشتم، همه رو دوست داشتم، هر کدوم مطابق اون فضای کار بود. رقصای دهه 70 هم یه مقدار متفاوت بود، یه ذره حالا نمیدونم چه جوری بگم ولی فرق میکرد. شما باز رقصتون هم متفاوت بود، یه مدل رها و آزادی روی صحنه داشتید. آیا این مثلا چه جوری بود؟ آیا در قالب به سبک موزیک میخورد، به سبک لباس میخورد؟ این چه جوری بود که مثلا شاید یه کامبینیشن ادغام حرکات مثلا وست و ایست مال کشور خودم،
از بچگی چیزایی که به خاطرمه و چیزایی که باش تو امریکا بزرگ شدم و دیدم توی کنسرت هایی که میرفتم، مادانا، مایکل جکسون، یا هم اینا، همه تاثیرگذاره که تو یک حرکاتی که میکنی اون تهش حرکات ایرانی رو داره، یه مقدارم از خارج داری، ولی سعی میکنی که اون چیزی که تو قالب احساسی و حرکات خودته انجام بدی. چون به اون صورت کلاس رقص برای چیز من که نرفتم، از بچگی برای شیطون بودم و میرقصیدم خیلی. خانم روشن، شما یه دفعه غیب شدید و به یک خاطره تبدیل شدید که همش با آه و افسوس ازش یاد میکردیم. کجا رفتید یه ها؟ اینو جدی میگم. مرسی سرم جون. آره، نی خودم هم واقعا دلیلش یه مقدار کارای بیزینسی خانواده بود و من بایستی که همکاری میداشتم در ارتباط با اون مسائل. بعدم اینکه یه مقدار دوست داشتم خستگی بگیرم، ولی خب طولانی شد دیگه مشغول کارهای جدید شدم و خیلی دوست داشتم خب توی امریکا زندگیم بوده، اینجا مدرسه رفتم بزرگ شدم، دوست داشتم در ارتباط با زندگی که اینجا میکنم بتونم با شهروندای امریکاییم یا ایرانی امریکاییم در ارتباط با بیزنس ها، کارهای اجتماعی بیشتر حرکتی داشته باشم، چون خب نمیتونستم فقط خودم رو توی یک مثلث یا دایره محیط فقط هنری تموم کنم. دوستشم که تجربه بیزینس، زندگی، درآمد، کارهای حرفه‌ای دیگری هم، و چون در خانوادگی هممون در کار ساخت و ساختمون اینا بودیم، منم یه مقدار تمایل پیدا کردم، گرایش پیدا کردم، کمکم هم احتیاج بود، نقشه‌های قشنگ می‌کشم. خلاصه یک تنوعی بود در کار، در زندگی من. خب این سوال بعدی من بود که چه میکردید این مدت؟ پس مشغول کار در واقع کامرشال، کار ساختمان میساختید، درسته؟ کامرشال A to Z دیگه. خانم روشن عزیز، من پدر عزیزتون اینجا دیدم، قبلا پدر و مادرتون رو توی ویدیوها، توی موزیک ویدیوها، توی خیلی از مصاحبه ها دیده بودم. سوالی که برام هست اینه که نقش پدر و مادرتون در شکل گیری در واقع این چهره هنری شما چیه؟ خیلی نقش بزرگی داشتن، البته برای اینکه واقعا اون صمیمیت و پشتبانی گرمی خانواده خیلی میتونه مؤثر باشه، برای اینکه کار هنری کار آسونی نیست، محیط هنری محیط آسونی نیست، خیلی شب و روز داره، پاسی بلندی داره، بالا پایین داره، سفرهای طولانی داره، کشمکش کاری پشت صحنه داره، و من خیلی خوشحالم و خوشبخت بودم در ارتباط با این مسئله که پدر مادرم پر انرژی پشت من بودن، همیشه با من بودن در سفرام، در برنامه‌ام، کنسرتام، فیلم برداریام. برادرم از موقع تا اونجایی که میتونست بود، ولی ورود من به دنیای هنر اولین گامش رو برادرم میتونم بگم، برادرش که واقعا پافشاری میکرد که بذارن که من وارد دنیای موزیک بشم، خیلی دوست داشت صدام و خودشم صداش خوبه میخونه، ولی خب خیلی تاثیرگذار بوده برای موفقیت من و سالم زندگی کردنم، بتونم یعنی روی پا باشم و به خواستایی که دارم، دوست دارم تو زندگی برسم. وقتی تصمیم گرفتید بوتتی کار نکنید، واکنش خانواده چی بود؟ سوال خیلی جالبیه، واقعا موافق نبودن خیلی. همش دوست داشتن که مامانم، یعنی همش میگفت جواب این تلفن ها رو بده، نمیدونم
این همه دارن برنامه میخوان اینا، فراموش میشی و فیلان میشی و نمیخوای کار کنی دیگه. گفتم نه دیگه، خب من که نمیتونم هم اون کار رو بکنم هم اینا رو بکنم. و بعد اولش خیلی چیز نبودن، ولی خب دیدن من خوشحالم، دارم پیشرفت میکنم تو چیز دیگه و احساساتم رو در میان گذاشتم که چی دوست دارم بکنم. چون هر کسی در هر سن و سالی یک ممکن بخواد راهش رو تغییر بده، چیزای جدیدم تجربه کنه تو زندگی. به نظر من هیچ اشکالی نداره، تو اگه دکتر هستی درس خونی دکتر شدی، دلیل نمیشه که تا آخر عمر دکتر بمونی. درست میگی، میتونی به دنبال نقاشی هنری که دوست داری یا هر چیز دیگه. ولی با من بودن همیشه، رو تصمیم من، به تصمیم من ارزش میذاشتن و پشتم هم بودن. البته گذر زمان هم نشون داد که شما نه فراموش شدید و نه هیچکی شما رو یادش نرفت، شما بودید همیشه واقعا. خیلی ممنونم، مرسی. یکی از دلایل بسیار بزرگی برای برگشت من، چون واقعا از ته دل میگم کامنت ها، ایمیل های هموطن و دوستان اصلا جوری بود بعضی با که من بغض میکردم و پیش خودم تو تنهایی موقعی که سرم، یعنی وقت داشتم، همش اذیتم میکرد، احساس میکردم دارم یه گناهی میکنم. جوری که میخواستم من برگردم، دوست داشتن که من برگردم، خب گفتم یا باید الان باشه این برگشت یا دیگه بهتر کشف نباشه. دل شوره شدم بره تاشیش، خانم ماتیش، انگار عاشق شدم. شما اخیراً یه موزیک ویدیو منتشر کردید به نام لالایی که اون رو به مادران سرزمینمون تقدیم کردید. دوست دارین در مورد این قطعه یکم توضیح بدیم برامون؟ بله، مادران عزیز سرزمینم، روز مادرز دی بود که این ترانه اومد، هم به خاطر مادرها و به خصوص برای مادران داغ دیده کشورم که شاهد از دست دادن یکایک که جوانهاشون شدن. واقعا دردناکه، متاسفم. و من سعی داشتم که یه جوری بتونم یه تسکینی باشم بر دلهای زخمی شده مادران کشورم، داغ دیده کشورم. گفتم شاید مرهمی باشه براشون. ترانه لالایی دوست داشتم که با این ترانه بازگردم، برگردم به آغوش وطنم، هموطنم. لا لا لا، تنها امیدم یه تار موتوبه دنیا نمیدم. در این ویدیو ما یکی از ساده ترین سبک های لباسی شما رو دیدیم، یعنی چیزی که هیچ وقت از سوزان روشن ندیده بودیم. چی شد بره سراغ رنگ های مشکی و در واقع سفید سفید نبود، بژ بود اگه اشتباه نکنم؟ میتونم بگم به خاطر که ترانه که حالت اسپریچوال روحانی داشت، از لالایی صحبت میکرد مثل یک مادر، این ویرجن میری خیلی سمبول پاکی با لباس کرم رنگه و خب اون حالت آزادی، روح آزاد که میشه، به خدا نزدیک میشه، لباس سفید نمونه پاکی، پیوریتی، بیگناهی، قلب انسان هست. و خب سیاهی هم قسمت درد این داستان هست، دو رنگه که میتونه شاید این آهنگ رو بیشتر تو دل مردم بنشونه. از آلبوم جدید چه خبر؟ آلبوم جدید ما فعلا داریم یه سری کارها رو انجام میدیم که تک تک میان بیرون هر ماه که آمادگی داشته. پس ما منتظر آلبوم باید باشیم دیگه. آماده باشه یواش یواش میدیم بیرون.
مجله هم برای کاری نداریم، همینطوری دوست دارم برای مردم بیشتر. خودم هم ترانه ها رو خیلی دوست دارم، همینطورم هم دنبال ترانه جدیدم هم هستیم. اونا که هست همشون جدیدم هم همینجوری داریم ضبط میکنیم، واسه از تو اونا بهترین ها را یکی یکی پخش میکنیم. با وسواس زیاد. آیا ما باز هم شاهد موزیک ویدیوهایی به سبک ویدیوهای قدیمی خواهیم بود؟ سوال خوبیه میکنین. یه مقدار سبک و ارائه موزیک ویدیوها من فکر کنم یه مقداری عوض شده، مخصوصا بعد از پندمیک. یکم حالتهای خواننده بسیار معروف خارجی من میبینم، مثلا توی خونه نشستن رو زمین جلو مبلشون کامرا از این ور به ور فیلم برداری میکنه، میان تو بالکنی را میرن یا سوار ماشین میشن. خیلی ساده تر شده لوکش دیگه، از اون چیزهای فیلم میکنن یه مقدار اومده بیرون، بیشتر سعی میکنن با ریتم و شعر و اینا بیانگوی احساسات و رابطه های اجتماعی دختر پسرهای جوان باشن، اون چیزی که اونا میخوان ساده تر. نمیدونم اگه اقتضا کنه شعر و ترانه ای که داریم اجرا میکنیم، خب تا اونجایی که اجازه بده به ما که تایم، از نظر تایم و بودجه و همه چی، چرا که نه. ولی خب هر چیزی یه دورانی داره دیگه. ویدیوهای خوب همیشه هست، بستگی داره. یکی مثلا ممکنه خیلی لالایی و بیشتر دوستش بشه، یکی آریا رو بیشتر دوستش بشه، یکی بستگی به سلیقه ها هم داره. ولی ما از چیزی دریغ نکردیم و همیشه دوست داریم که بهترین ها رو ارائه بدیم، چون همیهنهای ما بهترین هستن، یعنی بیننده های ما بهترین هستن. بله حتما همینطوره. با توجه به همه مشکلات و محدودیت هایی که زنان این روزها در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن، نظر شما در مورد زنان و دختران داخل ایران چیه؟ در مورد این زندگی در واقع الان که زنای ما دارن میگذرونن. من نمیتونم نظر خاصی داشته باشم در حساب بنکه اونجا نیستم، نمیدونم بهشون واقعا چی داره میگذره، میبینم، میشنوم، میخونم در واقع. ولی خب میدونم که دیگه اثرشون گذشته و برای چیزی که میخوان دارن پافشاری میکنن و حقشونه. به نظر من نافرمانی نیست، به نظر من حق هر انسانی هست، حق هر جوانی هست که اونجوری که دوست داره زندگی کنه، آزاد زندگی کنه. دنبال آزادیه، دنبال آزادی پوشش، آزادی صحبت، آزادی مدنی، اجتماعی، کاره، دنبال کاره، دنبال نون در آوردنه. با همه اینا دارن دیل میکنن، اینا باید براشون فراهم بشه. زن زندگی آزادی، پوشش بسیار بزرگی داره. یه قسمتش حتما در ارتباط با پوشش هستش و خب چیزی نبوده که نداشتیم قبلا تو کشورمون، بوده دیگه، دوران بچگی من بوده، مادرامون بودن و میخوانش. خب آزادیشونه باید داشته باشن. ما کشورهای اسلامی خیلی زیاد داریم ولی هیچ کس در ارتباط با پوشش کسی رو مجبور به کاری نمی کنه و خیلی باعث این خیزش بوده که بیشتر زنها شرکت کنن و خیلی خوشحالم که مردا واقعا پشت به پشت خانوم ها تنهاشون نذاشتن و خب یک قسمتی از زندگی آزادی بله میتونه در ارتباط با پوشش باشه. خیلی هم ممنون از دعوتتون، متشکرم، خوشحالم که تونستم در برنامه شرکت کنم. حتما این برنامه رو فالوورای من همه نگاه خواهند کرد در اینستاگرامتون و خب در آخر بالاخره تو یوتیوب هم خواهند دید. از خانم کامیلیا انتخابی فرد تشکر میکنم. میدونم که خیلی زحمت میکشن و تجربه کاری بسیار
زیادی دارن از سالها سالهای پیش در ارتباط با مجله زن در ایران. و از تمام همکارانتون و شما سلما جان، تمام همکاران اونجا، دوستان عزیز که اینجا هستن پشت دوربین، و ازتون متشکرم.